با سلام شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، برنامه امروز یک شنبه 31 اردیبهشت برابر با 21 ماه مه 2017 رو به شما تقدیم می کنم. این برنامه اختصاص به گفتگو با تغییر روزبه درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، نتایج اولیه، مطالبات و جناحبندی های رژیم، موقعیت ولی فقیه و جناح اصولگرا و موقعیت رژیم و مطالبات جنبش های عمومی مردم ایران دارد. امید که این برنامه مورد توجه شما قرار گیرد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری نشان از پیروزی روحانی با 57% آرا دارد. در این دور علارغم داغ شدن و داغ کردن کاندیداها، شکستن بسیاری از خط قرمزها، تایید بسیاری از حرفهای اپوزیسیون برانداز درباره نتایج حاکمیت اسلامی، صف رای دهندگان از دور قبل بیشتر نشد و 27% مردم آن را تحریم کردند و نفر سوم این رای دهندگان رای های باطله بود. با این حساب جمهوری اسلامی بعد از انتخابات ضعیفتر و شکننده تر از جمهوری اسلامی قبل از انتخابات خواهد بود، چرا که کاندیداهای حکومت یکدیگر را افشا و محاکمه کردند. هر کاندیدی رقیب خود را متهم به فساد و اعدام و زندان و دار و سرکوب مردم کرد. در خلال این خودافشاگری ها کلیت حکومت اسلامی از دهه 60 به این سو مورد محاکمه قرار گرفت و بیش از پیش در پیشگاه مردم عریان شدند. کاندیداها شاهدان و همراهان و عاملان جنایات سیاسی و اقتصادی بودند که توسط خودشان محاکم و محکوم شدند. کاندیداها به حد کافی به جنبش سرنگونی بارود دادند تا آتش مبارزه علیه حکومت را تندتر کنند. هیچ کاندیدی کوچکترین راه حلی برای تخفیف بحران اقتصادی نداشت. هیچ کدام راه حلی برای بحران منطقه‌ای حکومت نداشت. هیچ کدام حتی وعده‌ای به مردم نداد. هیچ کدام راه حلی برای تخفیف بحران سیاسی و اقتصادی و تشدد در صفوف حکومت که هر روز عمیق‌تر می شود نداشت و برعکس خصومت باندهای حکومت به یکدیگر و ریخته شدن اقتدار رهبری نظام در مقابل چشمان مردم به نمایش گذارده شد. محور تبلیغاتشان این بود که اگر روحانی بیاید وضع اقتصادی مردم بدتر خواهد شد، مردم بیکارتر و بیچشم‌اندازتر برای بهبود وضعیت اقتصادیشان خواهند شد. اگر رئیسی بیاید باز فشار سیاسی بیشتر خواهد شد، دیوارها در خیابانها و پیاده‌روها کشیده خواهد شد و دستانشان خالی‌تر از آن بود که در مورد آینده حکومت حتی در مقابل صفوف خود چشم‌انداز مثبتی ارائه کنند. این انتخابات نشان داد که این نمایشات هر بار برای حکومت پرهزینه تر می شود و بیشتر با بن‌بست مواجه می شوند. اما این افشاگری ها خود محصول اعتراضات گسترده و عمیق مردم، پیشروی جنبش سرنگونی و ناتوانی و حکومت در تخفیف بحران سیاسی و اقتصادی و موقعیت ضعیف شده منطقه حکومت بود. با انتخابات این دوره در این بحران قرار رئیس جمهور ما فرست به فریاد ما در معضلات اقتصادی مردم قرار است ایجاد شد. اعتراضا بنابراین باید حریر کار ایران روز جهانی ما فرست به فریاد ما در اصلا مبارزات هست که بیشتر نشدید حریر کار ایران صفحه ما خالیه اگر شده ندار که فلان قانون را به نفع کارگران و زنان جوانان با توجه به اینکه نه میخواهند و نه میتوانند کوچکترین بهبودی در زندگی مردم ایجاد کنند، راه را برای گسترش جنبش کارگری و جنبش مردمان در همه زمینه‌ها باز کردند. مسحکه انتخابات عملاً فراخوانی به مردم برای گسترش اعتراض و پیشروی بیشتر آنان بود. با سلام خدمت شما و
بینندگان عزیز رادیو تلویزیون برابری، رفیق روز به آخرین سرشماری انتخابات در ساعات اولیه امروز نشانه پیروزی روحانی در انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری، ارزیابی شما از نتایج این انتخابات چه هست؟ بله، تقریبا همونطور که خب یعنی هم میشد که اگر دستکاری نشه روحانی و اصلاح‌طلبان اعتدالیون که یک جبهه گسترده‌ای رو تشکیل دادن برنده انتخابات خواهند بود. حالا با یه مقدار فاصله که آدم کم و کیفش روشن نبود، ولی در کل این پیشبینی ها میشد و این حادثه هم اتفاق افتاده. از قضا در دوره های دوم معمولا انتخابات میاد پایین سطحش، دوره های دوم ریاست جمهوری. خود روحانی هم قبلا 50% داشت، ولی الان حدود 57-58% ارتقا پیدا کرده و این هم به خاطر وضعیتی است که ایجاد شد، یعنی دو قطبی شدن فضای انتخاباتی این وضعیت ایجاد کرد که خود این اصلا باید بحث بشه که چرا رژیم ناچار شد که علی‌رغم اینکه نمیخواست مثلا دو قطبی بکنه، فضای سیاسی دو قطبی شد و این حد از مشارکت به هر حال محصول این هست که فضا رو کاملا دو قطبی کردند، برای اینکه به هر حال بخش زیادی از جمعیت مرددین و اونایی که نمیخواستن شرکت کنند رو بکشونن پای صندوق و طبیعتا یه تأثیرات خودش رو گذاشت و تعداد مشارکت، اگر ارقام رسمی رو مستند و موثق تلقی کنیم که فرض ما اینه، ولی خب دسترسی نداریم که ببینیم چه بر سر انتخابات اومده و رأی ها و آرا، ولی در هر حال چون رقابتی بوده بین طرفین تا حدودی به هر حال مجبوریم به همین آمارهای داده شده استناد کنیم. با چرا دو قطبی شد؟ چرا مجبور شدن دو قطبی کنن؟ چرا بسیاری از این صحبت میکردن که مسئله هراس و ترس یکی از دلایل اصلی حضور بسیاری از مردم تو این انتخاباته و مسئله حراس از آمدن به اصطلاح آیت الله قاتل یا آیت الله جلاد بسیاری رو در همه جا به این واداش که مانع از در واقع آمدن نوکر امام رضا به ریاست جمهوری بشه؟ آیا این یکی از دلایلش بود؟ یا مثلا خود کمپین رئیسی روی مطالبات و مسئله فقر و نتایجی که سیاست‌های رژیم اسلامی تا کنون به بار آورده تکیه کرد، شما چه ارزیابی از مطالبات و خود این به اصطلاح جنگ و کارزار انتخاباتی دارید؟ بله، این درست کاملا که این عواملی که ذکر کردید دخیل بودن. جمهوری اسلامی در واقع پشت دست رو داغ کرده بود که اجازه نده فضا دو قطبی بشه، چون در فضای دو قطبی معمولا حریف برنده است و حریف اصولگرایان و خود بیت ولایت فقیه خامنه اینها برنده میشن وقتی که مشارکت زیاد بشه و حالت دو قطبی پیدا کنه، و خیلی هم تلاش کردن که این حادثه اتفاق نیفته. از قرار در مورد احمدی نژاد با همین دلیل گذاشتنش کنار، ولی یکی از دلایلش این بود. ولی جمهوری اسلامی نمیتونه، یه فضا و دلایل و قرائنی وجود داره که نمیتونست اصلا حتی بدون دو قطبی کردن واقع بتونه این انتخابات رو برگزار بکنه. علت چه اینه که خود اصولگرایان از مدت ها قبل با بحران هایی که ایجاد شده بود، انباشت بحران ها به وجود آمده بود در دوره 8 ساله و البته دوره های قبلی هم خب سوار بر این دوره 8 ساله، ولی در این دوره 8 ساله مخصوصا اوج گرفته بود این بحران ها و صفوف اصولگرایان در کنار بحران اقتصادی نارضایتی عمومی، چون اونها به هر حال مسئول مستقیم بودند، در صحنه هم بودند، به پای اونها نوشته می شد، اینها بار آوردن این بحران ها رو. شبیه مثلا فرض کن دوران پس از جنگ 8 ساله بود که
جامعه تخریب گسترده داشت، احتیاج داشت به بازسازی. این تحریم ها و این تخریب ها و این فضا ها همین حالت به وجود آورده بود که به هر حال وادار شد که جناح و سلگیه و خامه یه عقب میشینیه قول خوش نرمش قهرمانانه رو بکنن و فضا رو بدن در تیم رفسنجانی ها بیان رو صحنه که بتونن این بحران ها رو بسیار کنترل کنن، حل فصل کنن. خب در چنین شرایطی افول اینها دیگه نمیتونست ادامه پیدا بکنه. یعنی اگر بعد از دوم خرداد اینا قسم خورده بودن که هر مثلا قوه مجریه، قوه مقننه، شوراهای شهر دست حریف نیفته و بتونن به اصطلاح صحنه رو خودشون داشته باشن، این تصمیم بود گرفته بودن و تمام تلاششون این بود. ولی با وجود این به هم خوردن توازن نیرو به خاطر همین بحران ها و شرایطی ایجاد شد، مجبور شدن که اولا به اونها میدان بدن و ثانیا برای کنترل اونها مجبور شدن که خودشون که در حال فروپاشی بودن برای بازسازی در واقع خودشون و جلوی تعرض اونها رو، یعنی قبضه اون نهادهای انتخابی به اصطلاح و وسیله اونها ممانعت کنن، مجبور شدن دو قطبی کنن. چون بدون دو قطبی این پایگاه اجتماعی فروپاشیده رو و بخش های از جامعه رو نمیتونستن، به همین دلیل برای بازسازی خودشون شروع کردن به تعرض خیلی سطح بالا و عظیم به دولت روحانی و قصدشون بود که بخش های اصولگرایان، نه همین اصولگرایان، بخش های مهمی از اونها که دولت روحانی رو در واقع چهار ساله کنن، دیگه دوره دوم نشه که به ضرر اونها سر توازن قوا و به همین که میگم قوه مقننه و نمیدونم شوراها و اینا خطرش افتادن دست اونها زیادتره، این فضا روشن بود، این صورت نگیره. به همین دلیل بیش از اون چی که واقعا توان رژیم بود و ظرفیت خود رژیم هست در جامعه شروع کردن به کوبیدن بر طبل مطالبات، مسئله معیشت، مسئله فسادها و چون نقطه ضعف به هر حال روحانی مسائل اقتصادی و معیشتی و فقر گسترده و اینها بود که البته از دوره قبلی بوده، منتها به هر حال چون این رئیس جمهور بوده و مسئول بوده پاسخگوش بعدی می بوده، خودشون هم نقش زیادی داشتن، همه جناها در این نقشی داشتن، مخصوصا خود اصولگرایان. منتها خب وقتی کسی که بر سر قدرت آوار بر روی اون مثل کشورهای اروپایی مثل همه جا میشه خراب کرد، چون اونا به هر حال باید پاسخگوی عملیاتشون برنامهشون باشن، اونهایی که دور از صحنه هستن میتونن خب تعرض داشته باشن و میتونن عوام فریبی و در واقع مستضعف نوازی بکنن و اونها خب این حربه رو داشتن و به نحو خیلی شدیدی که هیچ وقت جمهوری اسلامی انقدر سابقه نداشت با دوز بالا، با سطح بالایی که اونها نماینده اشرافیت 4% هستن، فساد هستن، همه اینها رو آوردن رو صحنه که اونها رو در واقع محروم کردن از تصرف این عرصه های قدرت های انتخابی، چون نمیتونستن ضمناً تقلب های گسترده مثل 88 رو بکنن، شرایط منطقه، شرایط خودشون، حوادثی که ایجاد شده مناسب نبود وضعیتشون، در حالی که خودشون در حالی که پایگاهشون هم در حال تشتته بتونن اون تقلب های گسترده رو در اون سطح انجام بدن، خطرناک بود، در حالی که بخشی از اصولگرایان میل به این داشتن که اصلا صلاحیت روحانی رو رد کنن. ولی در کل خود اصولگرایان برای خرد میانگینشون و مخصوصا کانون اصلی قدرت اینو صلاح نمیدونن، چون میترسید اصلا کلا اوضاع خرابتر بشه، از دستشون در بره، در نتیجه خودشون دو قطبی کردن. یعنی علی رغم قسمی که خود بودن سوگند میخوردن به خاطر فضاهای جامعه، اینو دو قطبی کردن و فراتر رفتن از ظرفیت‌های واقعی خودشون. بسیاری در واقع میگن که بعد از این انتخابات به خاطر همین مناظره ها و پرده دریدن ها و در واقع بسیاری از خط قرمز ها رفتن، جمهوری اسلامی با اوضاع تازه‌ای روبرو میشه، یعنی ضعیف‌تر. مسئله در این مناظرات مسئله قتل ها و جنایت های دهه 60 و 37 سال اعدام و زندان مطرح شد. تو این دوره از گورخواب ها و موقعیت وحشتناک بیش از 40% و یا به قول قالیباف 96% مردم بیحقوق صحبت شد و از عدم در واقع نظارت بسیاری از نهادها صحبت شد و اینکه بسیاری از این بنیادها
مثلا مالیات نمیدن و دزدی ها و غارت های بزرگ رو سازمان میدن. هم توی این مناظرات روشن شد که همه کاندیداهای این شش کاندیدی که از صافی شورای نگهبان گذاشتن همه در دزدی و غارت و چپاول و جنایت دست داشتن و هیچ کس نبود که در بره. شما چه ارزیابی دارید؟ چه تأثیری میتونه توی آینده حرکت‌های اجتماعی و آینده خود این رژیم این در واقع مناظرات و بحث‌ها بذاره؟ ببینید این جمعیت و این آرایی که اینها به پای صندوق‌ها کشوندند، حالا بحث تحریم و اونهایی که شرکت نکردند و میشه جدا صحبت کرد، ولی اونهایی که شرکت کردند و بخش مهمی بودن، حدود 70% بر مبنای آمارهای رسمی، این مقدار حول و حوشش، یعنی مثلا 71%، 70% شرکت کردن. بعضی استان ها هم خیلی بیشتر، بعضی جای خود پایین تر، و البته کلن هم حدود 15 میلیون هم شرکت نکرد، اونم جدا بحث کنیم. ولی واقعیت اینا رسمیه، آمارهای رسمیه. واقعیت اینه که اینها برای اینکه این جمعیت رو بکشونن به پای صحنه انتخابات ساده نبود کارشون. از یک طرف مجبور شدند در واقع بیش از ظرفیتشون شعار بدن که اصلا انتظارات و توقعات و همه اینا رو تحریک کنن و فراتر از اون چی که هستند، یعنی مالیات دادن رژیم برای اینکه این جمعیت رو بکشونن، بیش از اون چی که میتونن. از یه طرف این بود. از یه طرف رقبا همدیگر رو، مخصوصا خود روحانی، بر مبنای افشای فساد، اقتدارگرایی و دستاندازی ها و وعده هایی که در این رابطه داده، یعنی اونقدر به این مسئله کوبیدن که عملا در درون خود رژیم و این شرکت کنندگان اونو تبدیل کردن به یک رفراندوم. رفراندوم دو روی کرد، دو روش، یکی مثلا در مورد تنش صدایی میگه بشه یا نشه، در مورد قانونیت که قانونیت باشه یا بیقانونی باشه، یعنی طرفش ولایت مطلقه است که اصلا به طور ذاتی فراقانونی هست و موزل اصلی حتی خود نظام سرمایه‌داری است برای جذب سرمایه ها، برای پیشبرد، برای خروج از بحران، چون با بیقانونی که از مشروطیت در ایران مطرح شده بود حالا دیگه با اوج رسیده در ولایت مطلقه و بیشتر هم شده هر دم در جمهوری اسلامی این ولایت مطلقه و مداخلش، همین انتخابات هم تجلیه خیلی عینی همین ولایت مطلقه هست، حالا اونم بحث دیگه است. ولی منظورم اینه که خود این قانونیت موزل اصلی است. اونها در واقع رو اینها و اقتدارگرایی، علیه اقتدارگرایی، حالا سپاه، غیره و نهادها و مسئله مثلا میگفتن مشهد رو دوباره میگیریم، یعنی همون حالتهایی که در مشهد ممانه الگو اونها پیاده کردن و حتی کنسرت همه اینا میگن برید بیرون به جماعت مردم مشهد، این در واقع فضا رو بردن در سراسری و تبدیل کردن به یک الگو، دو تلگو، یعنی عملا تبدیل کردن به رفراندوم. ولی این رفراندومی که در واقع در فضای انتخاباتی مطرح شد، ما به ازای اینیش در ساختار قدرت وجود نداره، یعنی ولایت مطلقه سر جاش هست، قدرت ها سر جاش هستن، اینها مجبورن همیشه برن تعظیم کنن، سیاست های اونو اجرا کنن و در واقع دائما زیر فشار نبوده، کشمکش هم وجود داره، ولی به هر حال در چهارچوب در واقع ولایت مطلقه صورت میگیره و اونها بعد از این سعی خواهند کرد که هر مثلا پاشون، حالا بعد از انتخابات که پاشون رو گذاشتن رو گاز، حالا پاشون رو ترمز بذارن، کما اینکه مثلا گفتن جشن شادمانه در بیرون از فلان اصلا صورت نگیره، برای اینکه کنترل بشه. همین اصلاح طلبها و سید آقای روحانی گفتن، حالا اون جناح که هیچی، منظورم اینه که مجبورم پاشون رو بزنن حالا رو ترمز، با ترمز حرکت کنن. قبلش بدون ترمز حرکت میکردن، ولی ماشینی که دور برداشت اینطوری نیست که با اراده شما هر موقع خواستی ترمز بکنید ماشین هم همه حادثه اتفاق بیفته. جامعه پیچیده است، نیروی و استقلال خودش داره، پتانسیل خودش داره، اون انرژی و چرخشه خودش داره و به این سادگی نمیشه مسائل کنترل کرد. عواقبش، پیامدهاش بسیار مسائلی خواهد بود که بعدها باید بررسی بشه با توجه به روند حوادث. و این به نظر من در این حال یه دوره جدیدی هست در کشاکشا، در تضادها،
سفارایی ها. چون واقعیت اینه که اگر اصولگرایان در یک روندی واگرایی داشتند، یعنی تشدد فروپاشی، میبینید که مثلا ناطق نوری درست در وقوع انتخابات مثلا استعفا میکنه، این یه حرکت نمادین هم هست در این حال، معناش به معنی در واقع دور شدن همین اصولگرایان بودن که افراطیان بودن که مجبورن یک طیف بزرگی رو اون موقع برای خودشون تشکیل میدادن. الان هی اینا شقه میشن، مثل پوست پیاز دارن تجزیه میشن. حالا قبلش لاریجانی، علی‌لاریجانی اونها و متحری خیلی رفته بودن، اینا هم ستاد درست کرده بودن. یعنی میخوام بگم اینها در روند واگرایی بودن و در این دور به دلایل شرایطی که بازم حالا فراتر از صحبت ما، اصلاح طلبان اعتدالگرایان در شرایط همگرایی بودن و این توازن داخلی قدرت، ساختار قدرت، پیرامونی ساختار قدرت رو که به هر حال ارتباطاتی داشتن علی‌رغم فشارها به هم ریخته و به هم میریزه. چرا؟ برای اینکه روند بحران‌ها و نیازهای جامعه در کل که همپوشانی‌های با هم می‌کنن علیه اون جناح بوده و اونها مسئول به اصطلاح این حوادث و این وضعیت هستن و اینها به نظر من عواقب و پیامدهای خیلی مهمی داره که ما باهاش مواجه هستیم. از این طرف به اصطلاح نگاه بکنیم، تحریم هم نقش خودشو داشت. حالا دقیقاً من همین سوالم همین بود، بذاریم این بحث تمام بشه و اونم خب بحث مهمی هست که نقش او چی میشه، اون نقش داشته یا نه این تمام شده اون اصلا نقشی نداشتن. چون خیلی رسانه ها اینطوری جلوه میدن، رسانه های داخل خارج، مخصوصا همین رسانه های خارج، بی‌بی‌سی امثال اینها و تمام اونهایی که جمع شدن از اصلاح طلبا و سال طلبا، همه اینا اونجا هستن، به اضافه صدای داخل که به هر حال رژیم هم همون هست، در واقع 99% صداها اینا هستن. ولی آیا اونور این هست واقعیت جامعه؟ به نظر من اینطوری نیست. شما به نکته بسیار خوبی در واقع تاکید کردید. بسیاری از رسانه‌های رسمی، از بی‌بی‌سی و در واقع رسانه‌هایی که در خارج از کشور، فارسی زبان خارج از کشور، و همه رسانه‌های حاکم در داخل و حتی رسانه‌های مجازی، بسیاری بر مسئله حراس از تحریم پافشاری کردن، تحریمی که به اصطلاح تا حد زیادی به حساب رئیسی نوشته می شد و به نفع او و فضایی رو مجسم می کرد که در واقع فضای تحریم رو بشکنه. تعرض بسیار بسیار گسترده علیه تحریمی ها بود. در این حال ما شاهد تحریم این انتخابات توسط حداقل 15 میلیون به واسطه آمارهای رسمی هستیم و بسیاری از زندانیان سیاسی که در بندن اونها و بسیاری از گروه‌های سیاسی و نهادهای طرفدار آزادی و حقوق انسانی، کسانی که با کل این در واقع نمایش مشکل داشتن، مسئله تحریم رو مطرح کردن. این و این تحریم خودش در واقع بسیار میشه گفت بر اون به قول ما تیز کردن مطالبات و تعرضات این در واقع منازعات انتخاباتی افزود. شما چه ارزیابی از خود تحریم و دلایلش و حراسی که تحریم ایجاد میکرد دارید؟ بله، خب اینا فضایی که روحانینا درست کردن، همین مؤلفش دو تاست که تونستن مثلا این آرا رو جمع کنن، همین آرای رسمی رو که اعلام شده. یکیش مسئله بازگشت به گذشته تحریم و اینها بود که اونهایی که به هر حال ای حمله میکردن، انتقاد میکردن اون جناح دیگه، از این بهره گرفت که جنگ و تحریم و بحران و تنش زدائی، نه بلکه تنش زدائی سیاست اینهاست. تحریم هم در واقع بیان همین نمادار، نه حالا خود تحریم، که تنش زدائی ایجاد میشه با منطقه، با جهان، و این ترس و خب منطقه هم آشفته است، همه جا بحران هست در اطراف ایران، اینا خیلی به امنیت می نازند، اینا هی برجسته کردند. یکی این بود، یکی هم در واقع تحریک توقعات، وعده هایی که دادند، وعده های خیلی زیادی دادند، از جمله مبارزه علیه اقتدارگرایی رو دادند، مبارزه علیه تحریم های غیر هسته‌ای رو لغو کردنش رو دادند، مسئله
انواع اقسام به اصطلاح اقتصادی معیشتی رو دادن هر دو طرف، هر کدوم به زبان خودشون. چون واقعیت اینه که روحانی که دلایل این که تونست در مقابل تعرض خیلی وسیع اینا که خیز برداشته بودن، اگر مثلا فرض کن با اون برگی که خاتمی مثلا اون موقع بازی میکرد که احمدی نژاد اومد بازی میکردن، اینا باخته بودن قطعا، چون تعرض بسیار گسترده‌ای و تمام اهرم ها، سیما، صدا، همه چی دست ایناست، سپاه، همه اینا در واقع مداخله و مهندسی میکردن. دلیلش این که هر دو ریل رو بازی کردن روحانینا، یعنی هم بر توسعه سیاسی و علیه در واقع اون بخش هایی که از اقتدار گرایی خیلی نگرانن، البته همه جامعه نگرانن، ولی بخش های مثلا نقشه‌های میانی شهرهای بزرگ خیلی نگران‌تر هستن، چون خیلی نمود داره اونجا های سرکوب ها. خب این یک مسئله است، یعنی تونستن روی این دامن بزنن و از روش سوار بشن روی این موج سیاسی نارضایتی از این مسئله، که مسئله نگرانی و تحریم هر دو موج، هم مسئله اقتصادی هم ریل مسائل سیاسی، و تونستن اینجا از خط قرمزهای مقرر. مثلا شما در نظر بگیرید دور اول مناظره تمام گزارش ها یه دفعه افت وحشتناک روحانی بود، چرا؟ برای اینکه اونجا وارد این عرصه ها نشده بود، به اونا تعرض شروع کرده بودن و بسیار سرخوردگی وسیع جا که حتی نظرسنجی ها جهانگیر رو خیلی بیشتر نشون داد، روحانی اصلا در مینیموم بود، نظرسنجی ها که دائما کردن ها به اونا خیلی روحیه گرفتند و پیش میتاختند اون جناح، مخصوصا قالیباف و رئیسی، این دوتا خودشون دارن قافیه رو میبازن به این شدت، به این شکل، به نجز از خط قرمز ها یا به اصطلاح اون چیزهای متداول خوشون گذاشتن و حملات رو در سطح گسترده شروع کردن علیه سپاه، علیه در واقع سیاست های اون جناح اقتدارگرایان، همه این جنبه ها اقتصادی سیاسی، و تونستن یه تعادل رو برقرار کنن که هم بین توسعه سیاسی و هم وعده های اقتصادی و هم تحریم و نگرانی از گذشته، بازگشت گذشته، تونستن یه ترکیب متوازنی از اینها هماهنگ ایجاد کنن و در مقابل رقیب واسه، ولی رقیب هم ظرفیتش در این حد که آرا آورده نبود، اونا هم به همون مسائل معیشتی بسیار سرمایه‌گذاری کردن، مخصوصا در مناطق فقیر و حاشیه‌ای، و تونستن رأی های بیش از ظرفیت واقعی خودشون کنن، 15% 13% تمام آمارها نشون میده ظرفیت واقعیشون بوده، همه جناح ها یعنی در واقع از ظرفیت خودش فراتر رفتن، فقط هم اختناع نیست، و این بدهکار هم به جامعه، یعنی بیش از ظرفیتشون انرژی سوزوندن و خواهند سوزوند. این یک مسئله هست که اتفاق افتاد. دومین مسئله اینه که به معنی آیا این 15 میلیون هم شما اشاره کردید، ببین تحریم دو نقش داره، یکی همین شرکت کنندگان کنش نه به هر دو رژیم، به هر حال وجودشون بیشترین مثلا پیشرفته ترین پیشروترین بخش جامعه است که نسبت به کلیت ساختار رژیم هر دو جناح و برنامه‌هاش کمترین توهم داره و توهم نداره، حالا گرایش های مختلف تو این هستا، ولی در این چارچوب که صحبت کردم به هر حال اشتراک دارم، نسبت به هر دو رژیم هر دو جناح نگفتم. این سرآمد در واقع آگاهی جامعه است، قاطع ترین بخش، پیشرو ترین. اگه جامعه مدنی مثلا صحبت میکنیم، چون جامعه مدنی در فاصلهش از رژیم، از قدرت مستقر یه چقدر فاصله داره، بمان یک نیروی مستقل در اون بتونه فشار وارد کنه معنا داره، و معنای جامعه مدنی بیش از هر جا در اینجا خودشو نشون میده، یعنی در بخشی که در جامعه وجود داره مطالبه گری میکنه، ولی نه در چارچوب زیر چتر این جناح یا اون جناح، چون اون جناح یا اون جناح در واقع ذبح کردن جامعه مدنی است، علارغم شعارهایی که اینا میدن، این تحول طلبان به اصطلاح ملی مذهبی ها، نمیدونم اصلاح طلبان، سبز ها و بسیاری دیگه، ولی واقعیت نداره. واقعیت اینه که رأی در تضاد ماهوی با جامعه مدنی که استقلال داره باید باشه، یعنی رأی دادن به معنی تزریق اقتدار به رژیم است، تفویض اختیار و تصمیم گیری به قدرت، یعنی چیزی که میده جامعه، اگر در مقابلش به اصطلاح تشکل داشته باشه، آرایش داشته باشه، کنترل داشته باشه، نظارت داشته باشه بر این حق تصمیم گیری واگذار شده، اون مقدار جامعه مدنی وجود داره، بله وجود نداره.
خونی چی میکنه در دجله انداز خواهد بود که معمولا اینطوری از در این حکومت هست. در جمهوری اسلامی به همین دلیل جمهوری اسلامی میگه مصادره میکنه از همون فردا، از همون لحظه، حتی سر صندوق که مال نظام اینا را و به حساب خودش میریزه و مردم اومدن نظام پیروز شد، همه رو میذاره کنار و میذاره به حساب این. گرچه خب در واقعیت اجتماعی به این پیچیدگی هست، اینطوری نیست، اون ادعاست، ولی واقعیت اینه که اون کار میکنه، اون تمام تلاشش، تاکتیکاش، سیاستش معطوف به اینه که مصادره کنه. پس بنابراین جامعه مدنی به اندازه وجود داره که از قدرت مستقر فاصله میگیره. یک رابطه معکوسی وجود داره بین تحقق مطالبات و فاصله داشتن از قدرت مستقر، یعنی از دولت، از رژیم. هر چقدر جامعه مستقلتر باشه، روپای خودش باشه، همون مقدار پشتوانه قوی وجود داره و همون مقدار که همزاد پنداری کنه با سیستم، رأی بده که از جنس تغذیه است، گفتم از جنس پیوستن حال به رژیم. بعضی میگن اصلا درست هم میگن، انتخابات در جمهوری اسلامی یعنی بیعت. شما اشاره کردید که در این صحبت‌های قبلی که فرصت نشد به آپارتاید انتخاباتی. بله، کمتر صحبت میشه در مورد این. واقعیت انتخابات در جمهوری اسلامی فقط دموکراتیک نیست، یعنی مثلا فرض شرایط حداقل وجود نداره، آزادی های معمول در حکومت های استبدادی لایق یعنی مستبد وجود نداره، اینا وجود دارن، خیلی هم شدید وجود دارن، ولایت مطلقه اونجا هم هست، ولی در این حال در ایران یه چیزی بیشتر هم هزینه ها هست و اون اینه که نظام انتخاباتی، نظام اصلا در جمهوری اسلامی مبتنی بر آپارتاید. اکثریت مطلق جامعه ایران حق در واقع انتخاب شدن ندارن، که زنان باشن که نیمی از جامعه رو تشکیل میدن، اقلیت ها باشن که ایران کشور متکثر و چند عقیدتی، چند قومی و بسیار متنوع هست، همه میدونیم و اینا کم نیست جمعیتشون، و همینطور دیگر اندیشان، کسانی که این عقاید رو ندارن، حالا از اقلیت های مطلبی، حتی اون شیعه هایی که این چارچوب قبول ندارن، اونها هم حق شرکت ندارن، چه برسه که لایک ها، دیگرانی که به هر حال در چارچوب اصلا نظام مذهبی هم قرار نمیگیرن، چپ ها، رادیکال، همه گرایش ها. پس بنابراین ببینید شما به طور قانونی و رسمی اینها حق انتخاب کردن، یعنی منظورم انتخاب کردن کاندید، حق کاندید شدن خودشونو ندارن. اصلا کاندید انتخاب کردن که در جمهوری اسلامی جزء قسمت اولش که خود رژیم تعیین میکنه، مردم کاندید رو تعیین نمیکنن، که رژیم در قلبیری که میکنه نهایتا 3-4 تا مورد اعتماد میذاره، بعد حق انتخاب کردن هم که ملقاست در واقع وجود نداره، حق انتخاب شدن هم که به طور قانونی وجود نداره، اون در عمل وجود نداره، این هم به صورت قانونی. پس بنابراین ما با یک آپارتاید گسترده مواجه هستیم. انتخابات بی‌معناست به واقع، اون تا در این حال به یک چالشی در چارچوب منازعات درونی رژیم، جنگ قدرت، منافع جناها و فضاهایی که اینجا باز میشه، خیلی رو همین سرمایه گذاری میکنن، میگن میشه پیش رفت و این توضیح میدن، توریزه میکنن، ولی همونطور که اشاره کردم جنبش مطالباتی و جنبشی که بتونه اصلاح بکنه، تحمیل بکنه در واقع خواستهای رو به رژیم در زمینه های اقتصادی، در زمینه های سیاسی، در تمام زمینه ها، تشکل ها و مسئله همین حقوق زنان، تبعیض جنسیتی و گرایش های دیگر جنسی، همه اینها باید به اندازه ای که از رژیم فاصله میگیره در واقع میتونه رو پای خودش باشه و اعمال فشار بکنه. ولی رأی همونطور که گفتم از حق مثلا تصمیم گیری واگذار کردنه، یعنی ضد این مسئله است. این واقعیتی است که جنبش تحریم یک به اعتبار اینکه اصلا کنش مستقیم نه به هر دو جناح داره، به اصطلاح پیشروترین بخشه و مؤثرترین و مهمترین بخش اسلوندها در آینده، در واقع پیشروترینش اینه و میتونه خیلی تاثیرگذاری داشته باشه، این به یک اعتبار. ولی علاوه بر این به صورت شبه تحریم، یعنی وقتی که رژیم مجبور میشه، خود مثلا تاجزاده و همه جناح داخل، خارج، رسانه ها متفق قول میشن که مهمترین رقیب روحانی تحریم هست،
انتظاره به همین شهر اومد و رسانه های دیگه گنجی ها و غیره آسیناشون بالا زدن بر مبنای همین شعار وارد شدن و تماما این صدایی که گفتم بیش از 90% 99% صدای رسانه های بزرگ اینا بودن، اینا روی این واسطه علارغم این رژیم نمیتونست در شرایط نرمال این جمعیت رو مثل اوائل انقلاب، مثل دوره های گذشته، حتی دوره مثلا خاتمی هم فرق میکنه با حالا، یعنی خیلی فرق میکنه حالا به صلاح بهای شعارهای بسیار فراتر از ظرفیت خودش این کار کرده و این نشون میده که اگر تونسته این کار کنه شعارهای در واقع مخالفین و مردم و نظام رو مصادره کرده. خب البته قصد پاسخگویی نداره، فقط برای به صحنه کشوندن هست و این جور تناقضات رژیم هست، ولی واقعیت اینه که شبه تحریم به صورت به اصطلاح غیر مستقی هم وسیله همین شعارها، وسیله تاوانی که رژیم باید بده و داده و بعدن هم باید بپردازه، جنبش مطالباتی رو صحبتشو بکنیم، میتونه از این بهره برداری کنه، میپردازه. یعنی به نظر من تحریم بخشی از کنش جامعه است، وضعیت موجود ممتجه اونه، نمیشه مکانیکی گفت ما 15% مثلا فرض کنید یا 15 میلیون بقیه فلان. این جامعه پیچیده از ترکیبه، میبینید که اون خط به اصطلاح خطوط متمایز کننده فراتره، یعنی به صورت شعارهای فراظرفیتی رژیم که تمام این جناح از ظرفیت خودشون از جلد خودشون فراتر رفتن هم مجبور شدن خودشون نقش اپوزیسیون رو بگیرن، شکل اپوزیسیون قلابی رو. انتخاباتی که میگذره در واقع این انتخابات ها پرهزینه تر میشه، شما روی مقوله نقش در واقع تحریم و بایکوت انتخابات توسط بسیاری از مردمان گفتید، از پیشروترین ها، از مصادره شعارها و مطالباتی که جنبش تحریم مطرح کرده گفتید و سرودها و شعرهای حتی قتل عام شدگان قتلهای سیاسی مثل سرود و شعرهای سعید سلطانپور رو اونجا خوندن توی این مراسم ها و بسیاری از در واقع حتی رئیسی از خوانندگانی دعوت کرد و کنسرت هایی گذاشتن توی چیز، در حالی که در به قول معروف حکومت خراسان اونجا هیچ کنسرت معمولی هم برگزار نمیشه. آیا اینا این نشان دهنده این نیست که هر انتخاباتی که میگذره در این حکومت در واقع استبدادی این انتخابات ها پرهزینه تر میشه؟ این چه نقشی میتونه توی جنبش مطالباتی مردم ایران در آینده پیش رو داشته باشه؟ بله، نکته جالب و درستی کاملا. انتخابات هرچی جلوتر بریم برای خود رژیم هم پرهزینه میشه، چون تقلب به اون شکل براش هزینه داره، وقتی هم صندوق میخواد بذاره نمیتونه جامعه رو مردم رو جذب کنه، چون مردم فاصله بیشتری گرفتن و این حاکی از همین شعارها فاصله مردمه، مگر به اصطلاح شعارهای اینطوری بده که این هم وبال گردنش میشه و همینطور که شما گفتید ریاکاری به اوج میرسه، مثلا تطلو رو میارن، کنسرت ها رو در واقع در شرایطی که در اون منطقه و قلمرو میشون و هر جا که تونستن با چماقدارا و اینها ممنوع میکنن تو نماز جمعه ها همه جا، خب میبینی که خودشون مجبورن برن با کسانی که تمام بدنشون خالکوبی شده و اینها رو در شرایط عالی عادی اینا تحمل نمیکنن عکس بگیرن و سعی کنن مثلا دنبال روان اینها رو یا حامیان اینها رو مثلا از در خودشون جذب کنن و کردن. یعنی اون 4.5 میلیون فالوور داره، پیروف داره، مثلا همون تطلو که رئیسی اومده و یا مثلا فرض کن از هزاران در واقع عامل دیگه، همون مثلا تو کنار مثلا رئیسی شما میبینی زنانی هستن که مثلا موهاشون رو باز کردن در حالی که مثلا همسر خودش کاملا بسته است حجابش و خیلی مثلا کلاسیک، ولی خب این کارا رو میکنن، یعنی کنار خودش میشونه، کنار عکساش و سعی میکنن اون شعارهای مذهبی رو که دائما دارن میدن و خیلی هم در گذشته بیشتر میدادن در این اکسیونهاشون، در این کمپینهاشون همین رئیسینا کمتر کنن و خودشونو به اصطلاح
این مقدار همسو نشون بدن با اقشار میانی متوسط طبقه به اصطلاح که متوسط اینا هم جلب کنن لایه های رو، چون حتی اون فقیر ها و اینها هم دیگه مثل گذشته سنتی نیستن، خیلی هاشون در واقع ریخته. همینطور که مثلا آمارهای چه مثلا انتخابات 92 و چه همین الان هم اینطوری هست، روستاها و اینا مثلا این نقاط به روحانی بیشتر رأی دادن یا خیلی از شهرهایی که سنتی بودن قبلا. خب اینا نشون میده که رژیم در کل اون فضای حمایتیش میدیده به همین اندازه مجبور رنگ و رو عوض کنه، ریاکاری کنه. البته ریاکاری مالیات داره، یعنی ریزش نیرو در خودشون و در سطح مثلا کلان میبینیم که توقعات اینها برآورده میشه که بعدا جلو خودشون به صورت برمیگرده، اصلا به سیمای خودشون میکوبه این مطالبات برمیگرده. به همین دلیل من فکر میکنم که این فراروی رژیم از ظرفیت های واقعیش وعده دادن و کشوندن این جمعیت به پای صندوق در چند مؤلفه خودش نشون میده که به عنوان شرایطی که میتونه مورد بهره برداری جنبش قرار بگیره، جنبش ضد استبدادی و برابری مطرح هستش. یکی مسئله اینه که خب اینا بعدا خودشون به شکل تشدید تضادهای درونی ساختار قدرت نشون میده، چون جمهوری اسلامی تضادهای جامعه رو جذب میکنه در درون خودش، اجازه نمیده نیروی مستقل از خودش شکل بگیره، ولی در درون خودش هم یه ظرفیت محفظه معینی و به اصطلاح صلبی داره. اینطوری نیست که همتای انعطاف داشته باشه، مثلا فرض کن با شرایط عرفی با مسائل جهانی انطباق بده و این اتساق حاصل نمیشه، چون خود پوسته رژیم، ساختار رژیم در واقع محدود و شکننده است. به همین دلیل این محفظه در واقع شروع میکنه به تضادها و درگیری ها در سطح جدید، همونطور که گفتم به شکل رفراندوم مطرحه و مطالبات دیگه موردی نیست، حتی خودشون رو مجبورن به مسائل کلان گلاویز بشن. این یک مؤلف است به مسائل در واقع تشدید تضادها. یکی اصلا اینه که خود خاص و مطالباتی که مطرح شده، تشکل ها، مسئله یارانه ها، مسئله توزیع ثروت های عمومی، مسئله در واقع مبارزه علیه اقتدارگرایی، شرکت گشت ها در خیابان ها، همه این مسائل انتخابات بوده علیه، یعنی با اینا آمده سر کار. و در واقع این مطالبات به صورت یک کیفی به نظر من در جامعه خودشون به صلاح خارج از ارادهشون به صورت اجتناب ناپذیر همونطور که قبلا گفتم رانده شدن به این سمت و این هزینه های انتخابات که افزایش بشه، یعنی همین که مجبورن که اینها رو وعده بدن و در نتیجه پاسخگو هم باشن، ولی پاسخگو چون نیستن فشار جامعه و تضاد جامعه و رژیم شکاف ها تکشید میشه و جنبش مطالباتی در واقع میتونه یک گام بزرگ به جلو بیاد، برای اینکه تمام این شعارها رو دادن. مثلا فرض کن روحانی رفت تو معدن کارگران که اونجا کشته شدن چی گفت، یا در مورد مثلا پلاسکو چی گفتن و خیلی مسائل دیگه، یعنی همه اینها در سطح جامعه مطرح شد به صورت یک توقع، یک انتظار خودشو مطرح میکنه و جنبش در واقع تحریم، جنبش مطالباتی میتونن چکار کنن برای این بستر میتونن خودشون ارتقا بدن. این یه واقعیتی که اتفاق میفته، ولی از اونجایی که اونهایی که در درون رژیم هستن همش میخوان از یک جناح حمایت کنن، نمیتونن مدافع جنبش مطالباتی بشن. جنبش مطالباتی در واقع کار دفاع از جنبشی است که بیرون از دو نظام قرار، از دو رژیم قرار داره. تنها این میتونه حمایت کنه، بخاطر اینکه اونا بلافاصله در دعواهای رژیم باید از روحانی که گفتم تشدید خواهد شد گفتن و حمایت کنن از اون جناب. برای اون جامعه مدنی رو فقط زبانا تکرار میکنن، ولی به هیچ وجه بهش نه باور دارن نه اصلا میتونن دفاع کنن ازش، چون لازمش اینه که به خود روحانی فشار وارد کنن و چون روحانی درگیر مثلا با اون سر قدرت با اون جناها مجبورن کنار روحانی باستن و این تناقض و پارادوکسیست که اینا دارن و به هیچ وجه در کنار جنبش مطالباتی، در کنار تحمیل مطالبات به رژیم نیستن. این جنبشیست که بیرون از این دو جناح قرار داره هستش که این وظیفه رو، این رسالت رو اختش از بطور طبیعی، و به همین دلیل به نظر من بسترهای مناسبی هستش که اینا بتونن
در فضای بعد از انتخاباتی، فضای انتخاباتی پیش که برن، به خصوص در چهارچوب وعده هایی که اینا دادند، ولی به هیچ وجه همونطور که گفتم از فردای انتخابات ترمز خواهند زد روش. شما از ترمز در واقع دولت روحانی روی همین مطالباتی که مطرح کرده در واقع صحبت کردید و قولها و قول شکستن بسیاری از تحریم‌ها صحبت کردید و موقعیتی که خود ایران مثلا توی منطقه و اینها داره، فکر میکنید آینده چه خواهد شد، خصوصا با توجه به بحران بزرگی که همونطور منطقه ما هست و در واقع دخالت‌های ایران و داخل شدن ایران در بسیاری از این بحران‌ها در عراق و سوریه و یمن و با عربستان و در منطقه با خودش، رابطه با آمریکا و موزلی که میتونه در آینده برای خود در واقع ایران داشته باشه که چطور مثلا این تحریم‌ها رو در واقع عقب بزنه، خوستن در دوری که ترامپ حاکمه و سیاست دولت اسرائیل و آمریکا و خصوصا عربستان بر پایه اینه که ایران رو منزوی تر کنه و نشانه ها همچنان دال بر تنگ شدن محاصره ایران توسط این قدرت هایی که در حداقل در منطقه ما دارن متحد میشن علیه رژیم ایران. فکر میکنید چه تأثیری آینده ایران، آینده با ادامه دولت روحانی چه خواهد شد و چه ارزیابی از این قضیه دارید؟ بله، اتفاقا یکی از مهمترین چالش هایی که پیش رو هست همین بحران منطقه‌ای و مداخلات ایران هست. ایران به عنوان یک قدرت به قول معروف منطقه‌ای خورده امپریالیستی، یعنی با مطامعی که جمهوری اسلامی داره، از این منظر تو منطقه مداخله میکنه. البته دیگران نه که مداخله نمیکنن، اونها میکنن، اونها به طریق اولا همین سیاست ها رو پیش برن و داره یک رقابت خیلی گسترده‌ای هست، مخصوصا این رقابت با قدرت جهانی، یعنی نه فقط با آمریکا، با قدرت های دیگه اروپا و روسیه و با قطبندی های جهانی هم گره خورده و جمهوری اسلامی خود چه در یک کمپی که در واقع قدرت مقابل آمریکا باشه در روسیه و چین و در یک مجموعه ایشان، اونا دارن گرد هم میان و سعی میکنن که اونجا جایی برای خودشون درست کنن و بتونن در منطقه همچین حضور داشته باشن و حضورشون تقویت کنن. و از یه طرف دیگه ترامپ و قدرت های غربی مخصوصا آمریکا کاملا خیز برداشتن که در منطقه خلاف کنن، یعنی برخلاف اون دوره اوباما اینا که سعی میکردن به صورت حضور مستقیم یا مثلا افروختن نائره جنگ، چون فرق میکرد شرایط، این مسئله رو بسیار پیش نبرن بلکه از طریق دیگری پیش ببرن، نرم افزاری. ترامپ سخت افزاری هست، یعنی مثلا 100 میلیارد صحبت از قرارداد و ریختن اسلحه، یعنی ریختن نفت در این آتش، برای این نفت در این نرواق منطقه هست، یعنی ارقام واقعا نجومی و باور کردنی است. اسلحه رو میده مثلا دست کیا؟ عربستان و کشورهای مثل انتیپی بلان که اینا میبینیم در یمن در جاهای دیگه چگونه اصلا بدون توجه به افکار عمومی آمریکا خودش حتی بخواد بمباران کنه زیر فشار افکار عمومی قرار میگیره، میخونه، خیلی جنایت میکنه. ولی اصلا عربستان کرور کرور آدم اونجا میکشه زیر بمباران ها، صداش نیست. خب اسلحه دست اینا میفته، یعنی جنگ های نیابتی رو به این شکل تقویت میکنن، حضور خودشون رو محسوس تر میکنن. این در شرایطی است که از قضا روحانی و اعتدالگرایان استاتم در این زمینه زبانشون الکنه، لاله، یعنی خیلی در واقع لکنت داره، از پهلو میگم ولی به هیچ وجه، چون رو در رو هستن با اون جناح و به هر حال خودشون هم سوداهایی دارن تو منطقه، فقط هم اینطوره نیست که ترس، سوداهایی هم دارن، منطقه خب زاویهشون فرق میکنه با اون جناح نحوه پیشرفتشون. در این زمینه در واقع خطر خیلی جدیه و الان هم جنگ های نیابتی شروع شده. همون مثلا آمریکا یک دو روز قبل به کاروان ایران و با حزب الله حمله کرد، قبلا که به همین دمشق حمله کرد، به قولش سوریه، یعنی آمریکا هم داره به نحوی
داخل جنگ های فقط نه داعش، بلکه فراتر از داعش، اون که ترامپ گفته بود همه وعده های در واقع سرخرمن بود که فقط با داعش اعتراض میگرد به دیگری که مثلا چرا به دمشق فلان مثلا حمایت نمی کنید، چرا مثلا با اون کنار نمی آید اینا، نه همه صحبت های قبل از انتخاباتی بوده. میبینیم که ترامپ در واقع سرمانه های برگردن تمام سیاست هاش یه جور دیگه داره میشه. خب این به معنی فرو رفتن در باطلاق است که معلوم نیست، همونطور که جنگ 8 ساله رفت، همونطور که تحریم رفت، مسئله جدید دیگه اینه. حتی اون تحریم ها و فلان نه از این کانال وارد خواهد شد نه خودش مستقیم، اونا هم سعی میکنن که مثلا از این صحنه وارد نشن، از پشت صحنه وارد بشن و مسائل در واقع ایران دست پاش و اون قرارداد رو در واقع به هم بزنن، یه جور دیگه اش بکنن که ایران اصلا نتونه بعد از ده سال تنیسازی اینا هم بکنه و خیلی مسائل. حالا وارد بحثم نمیشم ولی از این بستر وارد میشم. این خیلی مهمه که کانون و روزنه که باز شده و همین منطقه اصلا این اتفاقا بیشتر مسکوت مونده و این جنبشی که شما صحبت کردیم مطالباتی استبدادی برابر حاله باید به همین مسئله خیلی متمرکز بشه، چون خطر از اینجاست و مداخلات ایران به جای همبستگی منطقه، به جای اینکه مناقضات همسایه ها باشن، به جای اینکه بدون مداخله باشن، بدون اینکه ایدئولوژی ها رو سفارای های ارتجاعی دامن بزنن که جمهوری اسلامی یک پای از دیگر، باید اینا کوبیده بشه، یعنی نقد بشه، افشا بشه شدید، نیروها رو سازمان میدن از افغانستان از ایران میبرن اونور، همه اینها باید کوبیده بشه، بودجه ها همه اینا اونجا یه دریچه بزرگی باز میشه افریه که درآمد های نفتی همه اینا به جای اینکه در جامعه و در خدمت مردم قرار بگیره اونجا میریزه. پس بنابراین این خیلی مهمه که روی مسئله برجسته بشه و این در این انتخابات از قضا مقفول مانده و فکر میکنم یکی از مهمترین وظایف جنبش نیروهای چپ رادیکال همه اینها در بستر این حرکت‌های مطالباتی مردم همینه که این خطرهایی که مردم یکی از دلایلی که مدن پای صندوق همینه اینو برجسته کنن و دقیقاً شفاف سازی کنن و هر دو جناح موضعشون در مقابل این که فراافکنی هست شفاف بشه. جناح حاکم که روشن تکلیفش و کسی جرأت نمی‌کنه که ما اینکه موشک‌ها رو اینها رو با اون شعارها و الانم اسرائیل در واقع یک نوع اعلام جنگ نیابتی کرده و آستیناشو بالا زده که تو منطقه هستن، تحرکات جمهوری اسلامی رو زیر زرد ببره، یعنی یه نوع حالت جنگی هم آمریکا همون و وارد شده. الان هم ترامپ هم برنامهش اینه که یک جبهه خیلی فعالتری در مقابل ایران ایجاد بکنه و با این در واقع اومده تو منطقه با اسرائیل و هماهنگی همه اینا و این مسئله بسیار جدی است. به عنوان آخرین سوال، این انتخابات چه نقشی و انتخاب روحانی چه نقشی در مسئله جانشینی انتخاب جانشینی خامنه ای خواهد داشت و اینا چه تأثیری میتونه داشته باشه و مردم تو این زمینه در واقع منافع مردم ما چگونه است؟ آیا مسئله جانشینی ولی فقیه باید در دستور قرار بگیره، جانشینی رژیم و دستگاهی که حاکمه در صدر مطالبات مردم ما؟ واقعیت اینه که ولایت مطلقه کانون عمده تضادهای موجود جامعه ماست. این یک، یعنی شما هر جا برید حتی اون جناح برای سرمایه گذاری، برای تنش صدایی، برای تمام اون چیزایی که میخواد منافعش پیش ببره، هی با ولایت مطلقه مطلقش به عنوان مثلا سنگ سر راه صد باش مواجهه، بیقانونی، بیآینده، همه اینها تأثیر. پس بنابراین خود ولایت مطلقه مهمترین معضل این نظام هست، حتی برای همین برنامه های خودش. دومین مسئله اینه که خود ولایت مطلقه بحران اقتدار مواجهه، به خاطر اینکه پایگاه های اخصش، پایگاه سیاسیش که اصولگرایان باشن، پایگاه سیاسیش چون نظامی های اینا هستن اون ماجرا، ولی پایگاه های سیاسی هم همیشه حکومت داره، خیلی هم حیاتیه. به اینها در حال واگرایی بودن، تشتت بودن و خیلی سعی کردن خودشون جمع و جور کنن، بازسازی کنن. در این انتخابات هم یکی از هدفهای اصلیشون همین بوده که سنگ تمام گذاشتن که بتونن بسیج کنن، پایگاه کنن، همگرا کنن، جمعنا رو تشکیل بدن و غیره و غیره. این در واقع ولی به سادگی ترمیم پذیر نیست، چون ریشه‌اش با اراده‌گرایی، با این تاکتیک‌ها و ترفندها حل شده نیست.
انزوای اصلی این جناح در سطح جامعه به طور ویژه باعث در واقع فروپاشی است، باعث شکاف ها و شکست هایی که خوردن، باعث در واقع ماجرا است و اینها با بحران اقتدار ولایت فقیه هم مواجهن. و در این انتخابات ما میبینیم ولایت فقیه در واقع خودشون نمایش گذاشته و این سیاست ها سخنرانی هایی که میکنه و کرد و موضع گیری ها همه نمایش از همینه که اون اقتدار در واقع واقعی خودش که بتونه این جناح حمایت قوی بکنه و صندوق ها در بیاره نداشت. این هم در واقع یک مسئله است. یعنی بس بنابراین بحران جانشینی ربطی به این داره و در بین جناح هم دعوا سر بحران جانشینی بستگی داره که حالا اون جناح نقشش بالاتر بشه. من همونطوری که گفتم جناح در قدرت جناح شدید است در عمل با این سفرهای با این رای گیری و چون اونا با تمام قدرت اومدن شکستم خوردند کفه به نفع این هاست، به نفع اونا نیست. این به اندازه خودش تأثیر خواهد گذاشت. البته اینها رئیس رو که یکی از کاندیداهای گفته میشه مهم و احتمال بوده مهم بودن، نه تنها یکی از بسیار کاندیدا حتما باید باشه که جانشین رهبری بشه، اونا رو آوردن به خاطر اینکه بحران و بازسازی پایگاه خودشون در این انتخابات بسیار مهم بود، آوردن رو صحنه و سعی کردن اگر هم شکست میخوره شکست آبرومندانه بخوره. یعنی با همین شاه و بسیچ ها به 10-15 میلیون تا که میگرد 15 میلیون مثلا رای جمع کردن، خب رئیس رو مطرح کردن در ابعاد کلان و سعی خواهند کرد که اینو در واقع نجاتش بدن، باز علی‌رغم اینکه وارد صحنه کردن شکست خورده ولی نجاتش بدن به عنوان جانشینی آینده در واقع ازش استفاده کنن. حالا که اینجا به سرمایه گذاری شده، مطرح شده اینها، ولی به این معنا نیستش که حتما موفق بشن. و مخصوصا جنبش باید رو مسئله اینه که اینا خب یک از در واقع کارهای جنایت آمیزی که اصلاح طلبات کردن، گنجی ها و امثال اون کردن و بسیاری همشون اون بود که در واقع جنایت ها و قتل عام 67 که مردم، یعنی اونایی که قتل عام شدن، یک جنبشی علیه کلیت نظام استبداد بوده، در اینکه تردیدی نیست به خاطر این اعدام شدن، قتل عام شدن به اون شکل، جنایت علیه بشریت رخ داد. اون هم بعد از جنگ که رژیم نگران به اصطلاح چون در حال فروپاشی و عقب نشینی بود، نگران بود اینها رو قتل عام کرد، قربانی کرد که جامعه رو ساکت کنه. خب پس بنابراین یک قتل عام بزرگی علیه کل نظام صورت گرفت. اینا یه بچه مصالحه در واقع پیشبرد یک جناح در مقابل جناح دیگه قرار دادن و صدا به قدر کافی نتونستیم نشد که اینو مثلا ببندیم و مانع این سو استفاده جنایتکارانه بشیم و الان متابعت این ادامه پیدا کنه. مبارزه شده برای این که در واقع هیچ کدوم از این جناح نماینده دفاع از در واقع قتل عام شدگان نیستن، همشون مشارکت داشتن، سهیم بودن، نه فقط در گذشته بلکه همین الان هم اون سیاست ها ادامه میدن و هر موقع مردم بیان و صحنه فراتر همین کار را خواهند کرد. فقط هم گذشته نیست، در گذشته بوده، الان هم هر لحظه میتونه خودش نشون بده. پس بنابراین این خیلی مهمه که ما بتونیم در واقع این نغمه ای رو که این جناح برداشته تحت این عنوان که اونا نظام و رژیم به اصطلاح قتل عام بودن در 38 سال و فقط به حساب اونها واریز بشه نه به حساب خودشون، این در واقع کل سیستم رو در واقع در این زمینه به محاکمه بکشونن و اجازه بهره برداری رو ندن. و فکر میکنم در مورد جانشینی هم زمینه های خیلی مهمی هستش که اساسا چون ولایت مطلقه دچار بحران شده، شکست خورده، یک رفراندوم بوده، اون رو در واقع تبدیل کنن به یک موضوع کلانی که سرنوشت بذاره و اصلا آینده بحران جانشینی ها در واقع بسزونه در همین حالا و اینها نتونن حتی جانشین های خودشون اونطوری تعیین کنن و بتونن به صلاح برای آینده بشر، برای آینده منظورم ایرانه نسل امروز تعیین سرنوشت کنن. اینا الان زیر سوال رفتن و زیر سوال هستن و چه برسه که برای آینده ایران بخوان تصمیم گیری کنن. برای این باید کاملا با شکست کامل مواجه بشه. با